با سلام، من خیلی مفتخرم که یکی از بچه های سنیگا رو بهتون معرفی میکنم. خانم دکتر پردیس مهدوی لیسانس خود را در رشته دیپلماسی و روابط جهانی از اکسیدنتال کالج دریافت کرده و پس از آن راهی دانشگاه کلمبیا شدند و در آنجا دو فوق لیسانس در رشته های انسانشناسی و روابط بین المللی و به دنبال آن دکترای خود را از همین دانشگاه کسب کردند. تز دکترای ایشان در مورد ارتباط بین جنسیت و سیاست در دوران بعد از انقلاب در ایران با تمرکز به انقلاب جنسی و اجتماعی بین جوانان شهری ارائه شده است. دکتر مهدوی پس از کسب دکترای خود در دپارتمان علوم پزشکی اجتماعی و انسان‌شناسی در پامون کالج در سمت استادیار به تدریس مشغول گردیدند. ایشان در رشته های انسانشناسی پزشکی، جامعه شناسی فرهنگی و فرهنگ تصویری قومی تدریس می نمایند و در طول این سالها طرح تدریس سیاست جنسی خاورمیانه را تدوین نمودند. مقالات بسیاری از دکتر مهدوی در Encyclopedia of Women in Islamic Cultures, Culture, Health and Sexuality, Anthropology News, and the Institute for the Study of Islam in Modern World Review به چاپ رسیده است. دکتر مهدوی جوایز تحقیقاتی ممتازی را از مؤسساتی چون American Public Health Association, the Society for Medical Anthropology, and Society for Applied Anthropology دریافت کردند. ایشان در حال حاضر سردبیر مجله رهاورد کورتلی هستند. این مجله اختصاص به مقالاتی در مورد مسائل اجتماعی حاضر در ایران و در بین ایرانیان مهاجر است. به علاوه دکتر مهدوی در صدد چاپ کتابی به عنوان Passionate Uprising Iran's Sexual Revolution هستند که توسط انتشارات استنفورد در پاییز امسال منتشر خواهد شد. بنیاد فرهنگی مهرگان مقدم ایشان را برای ایراد سخنرانی تحت عنوان انسانشناسی زنانه در ششمین سمینار سالانه گرامی می دارد. خانم‌ها، آقایان، دکتر پردیس مهدوی. با سلام، میخواستم اول تشکر کنم از دوستان بنیاد مهرگان و از ندا خانم برای معرفی بسیار زیبا. گفتم معنی های این لغت ها رو همه رو نمیفهمم، ولی I'm very flattered. دوم، من میخواستم معذرت خواهی کنم از دوستان شنونده که بیشترتون فارسی خط شکسته صحبت میکنین و باید بشینین به فارسی شکسته من گوش بدین. ببخشید، من اینجا به دنیا آمدم و اینجا بزرگ شدم و تا 21 سالگی اصلا ایران رو ندیده بودم، ولی سعیم رو میخوام بکنم که امروز تحقیقات و رشتم رو به شما زبان فارسی معرفی کنم. واقعا ببخشید اگرم وسطش حوصلتون سر رفت، دیدین که نمیفهمین من چی میگم، یا به سلاید ها گوش بدین، نگاه کنین، به من گوش ندین، یا به من بگین خانم انگلیسی صحبت کنین راحت تره. من اصلا برای مسئله ای نیستش. ضمناً سوژه من مربوط به چند سابجکت تابو و حساس هست و به این دلیل خیلی مهمه که لغتهای دقیق استفاده کنم و به این دلیل با اجازه شما هر از گاهی مجبورم یه لغتهای تکنیکی انگلیسی استفاده کنم، برای اینکه اصلا لغتهای فارسی ندارن، یا اگر من لغت فارسیشو بهتون بگم مثلا مردم نگاری میشه ethnography، خب شاید آشنا نباشه براتون.
به این دلیل با اجازه شما هر از گاهی یه لغت انگلیسی اون وسط ها میپرونم. خب برای صحبت امروز میخواستم یه مقدار در مورد تخصص خودم صحبت کنم که انسانشناسی پزشکی هستش و یه مقدار در مورد تحقیقات خودم صحبت کنم. اول یه توضیح کوچیک در مورد انسانشناسی پزشکی، چون احتمالاً خیلی از دوستان تا حالا با این رشته آشنایی نداشتن. رشته نسبتاً جدیدیه، فقط حدود 40 یا 50 سال هستش که این رشته وجود داره و الان یه حدود 10 یا 20 ساله که خیلی تعداد انسانشناس های پزشکی بیشتر شده و به خاطر این که هستش که تازگی ها فهمیدن که برای درک کردن بهداشت و مرض‌های مختلف خیلی مهم است که انسانشناس‌های پزشکی رو بیارن که بتونن ببینن که فرهنگ و محیط چه اثری دارن. فلسفه انسانشناسی پزشکی این هستش که فرهنگ، محیط، جامعه، حکومت، خانواده همه اثر دارن روی جوری که انسان دیدش در مورد بدن و سلامتی خودش داره و چه جوری تصمیم‌ها راجع به بهداشت تصمیم گیری میکنن. این فلسفه، یعنی مختصر، خب خیلی رشته پیچیده‌ایه که بخش از انسانشناسی، جامعه شناسی، رشته‌های بهداشت جهان و رشته‌های پزشکی همه رو با هم و اپیدمیولوژی همه رو با هم قاطی می‌کنه و میگه که ما بذار دید فرهنگی رو بذاریم ببینیم که خب فرهنگ‌های مختلف چجوری بهداشت رو می‌بینن و چجوری فرهنگ اثر می‌ذاره رو تصمیم گیری. روش اصلی تحقیقات انسانشناسی پزشکی مردم نگاری هست که اثنوگرافی میشه تو انگلیسی. مردم نگاری یک نوع تحقیقات کیفیتیه و خیلی مفید هست برای تحقیقات های تابو یا پیچیده یا سوژه های جدید و حساس. سوژه های حساس توی پرسشنامه بیشتر وقتا نمیشه فهمید، مخصوصا وقتی سوژه جدید هست یا سوژه تابو مثل مسئله های جنسیت یا مسئله های روابط. اینجور چیزها رو توی یک پرسشنامه مخصوصا یک جامعه مثل ایران خب سخت تره، بخاطر اینکه فکر کنین شما خودتون اگر یک جوان مجرد باشین و وسط کلاستون معلم میاد بهتون یک سری پرسشنامه میده و میگه از 1 تا 10 بگین شما چقدر سکس دوست دارین، خب طبیعتاً یا راستشو نمیگین یا نمیتونین یه عدد بهش بدین و به این دلیل تحقیقات کیفیتی مفیدتر هستن، به خاطر اینکه میتونین که ببینین از دید خود سابجکت ها، سوژه ها، دید خود آدم هایی که داری روشون تحقیقات انجام میدی چیه و از لغتای خودشون استفاده کنی و از دید خودشون سعی کنی بفهمی که مشکلا یا چالش‌های اجتماعی خودشون چی هستن. من خودم از این روش ها استفاده کردم که برای تحقیقات در مورد همین مسئله انقلاب جنسی و خب مسئله های اجتماعی به خصوص زنان جوان ایرانی و میخواستم یک مقدار از تحقیقات خودم استفاده کنم برای نشون دادن که چقدر انسانشناسی پزشکی مفید میتونه باشه برای باز کردن و صحبت کردن در مورد چالش ها و مسئله های اجتماعی. مردم نگاری روش عمیقی هست، مصاحبه های عمیق انجام میدیم و ولی اول از قبل از اینکه با هیچ آدمی بشینیم صحبت و مصاحبه کنیم یک دوران طولانی میشینیم و تماشاشون میکنیم و توی رشته انسانشناسی ما به این روش میگیم participant observation که یک مقدار بین 6 ماه تا 1 سال حداقل میری و توی اون محیط هستی و سعی میکنی خودتون رو با محیط آشنا کنی و سعی میکنی بفهمی از دید خود اونایی که در موردشون داری تحقیق میکنی زندگیشون چجوریه. یعنی مثلا ما به شاگردامون یاد میدیم که اگر میخواین مثلا بچه های فراری رو در موردشون بنویسین، برین خودتون بشینین تو خیابونها، بشینین اونجا بخوابین، تماشا کنین، ببینین چجوریه، ببینین زندگی واقعا چجوریه برای جوان فراری قبل از اینکه شروع کنین باشون صحبت کنین یا قبل از اینکه شروع کنین در موردشون بنویسی. و برای خودم منم همین کار رو در دوران 7 سال من این تحقیقات رو انجام دادم
و برای این تحقیقاتم سعی کردم واقعا ببینم که چالش های جوان، زنهای جوان مخصوصا ایران در تهران چی هستن. برای خانمای خیابونی رفتم تو خیابون باهاشون خوابیدم، برای جوانایی که میرفتن مهمونی ها باهاشون مهمونی رفتم، برای جوانایی که فعالیت های مختلف میکردن میرفتم باهاشون فعالیت هاشون رو میکردم که سعی کنم بفهمم از دید خودشون چه اتفاقایی داره میفته و چگونه برخورد میکنن با چالش های مختلف زندگیشون. من خودم تمرکزم روی جوانای ایرانی بود، مخصوصا زنای جوان بین 18 تا 25 سال و تمرکزم روی تهران بودش بیشتر. البته یک مقدار تحقیقاتم توی مشهد انجام دادم چون که شهر پدریمه و میرفتم اونجا با جوانا صحبت میکردم هم تو تهران هم در مشهد و به این دلیل تمرکزم روی جوانای شهری بوده. و یکی از دلایل این هستش که میدونیم که تغییرها و انقلاب‌های جنسی همیشه تو شهرهای بزرگ شروع میکنن. انقلاب جنسی این مملکت توی آمریکا توی نیویورک، توی گرینویچ ویلیج توی نیویورک شروع شد و بعدش رفت شیکاگو و بعدش رفت سان فرانسیسکو، LA و اینجوری معمولا شروع میکنن و بعد میرن به بقیه کشور. برای تحقیقاتم من یک مقدار وقت صرف کردم توی پارکا که جوانها اونجا فعالیت‌های مختلف می‌کردن، تو کافه‌ها، تو کلاس‌های رقص زیرزمینی، تو آرایشگاه‌ها، تو مهمونی‌ها، خیابان‌ها، خانه‌ها برای بچه‌های فراری و مرکز گذری که میشه هارم ریدکشن سنتر. برای اینکه می‌خواستیم تعداد سوژا و تعداد آدم‌هایی که باشون صحبت می‌کردم می‌خواستم بیشتر بشن، هر آدمی که مردم نگاری رو انجام میده فقط می‌تونه با یه تعداد محدودی صحبت کنه، چون که باید اینقدر باهاشون وقت صرف کنی که بهتون اطمینان بکنن که شروع کنن راست بگن بهتون. و به این دلیل هر یک انسان شناس معمولاً بین 50 تا 100 تا میتونه باهاشون خیلی نزدیک بشه و باهاشون صحبت کنه. و به این دلیل من 6 تا اسیستانت استخدام کردم در دوران تحقیقاتم که بتونیم عدد رو یک کمی بیشتر که نمونه برداریمون بیشتر بشه. برای نمونه برداریمون سعی کردیم که از منطقه مختلف تهران جوانها رو پیدا کنیم که فقط برای که همه دوستان بگن که نه این انقلاب جنسی که شما صحبتشو میکنین فقط شرک غرب یا فقط توی شمال تهران در اتفاق میفته. و ما به این دلیل واقعا میخواستیم که تمام، یعنی از منطقه مختلف تهران با جوانهای مختلف صحبت کنیم که ببینیم آیا این واقعا یه چیزیه که فقط بچه پولدارا دارن انجام میدن یا چی. و میدیدیم که نه، واقعا یه تغییره که توی تمام جوانا تو تهران میشه دید. حالا بچه های بالای شهر خب کمتر لازمه برن دکتر، یعنی وقتی که میرفتیم دنبال امراض مقاربتی خب بچه های بالای شهر خب کمتر داشتن چون اونا راهای پیشگیری و آموزش پیشگیری رو بیشتر میدونستن، ولی بچه های پایین شهر متاسفانه نه و به این دلیل بیشتر آسیب پذیر بودن به امراض مقاربتی و HIV. و ما سعی میکردیم که از دید خودشون مسئله ها رو باز کنیم، صحبت هاشون رو ببینیم، رفتار هاشون رو ببینیم و فعالیت هایی که خودشون انجام میدادن رو سعی میکردیم observe کنیم و بفهمیم. این لغت triangulation استفاده میکنیم توی انسان شناسی و معنی این هستش که نه تنها با یک انسان آدم صحبت کنه و مصاحبه کنه، ولی تماشا کنه ببینه چجوری زندگیشون رو، یعنی چه فعالیت هایی انجام میدن و در ضمن برن از دوستاشون بپرسن آیا این راست میگه راست نمیگه، که سعی کنیم بفهمیم که دقیقا مسئله چجوری میتونیم باز کنیم. حالا میخوام یک کمی در مورد تحقیقات خودم صحبت کنم که نشون بدم که چگونه انسانشناسی پزشکی را استفاده کردم برای باز کردن یک مسئله جامعی و که خیلی حساسه که مربوط به روابط جنسی داره و چالش های زن ایرانی جوان چی بودن. اینم یه عکس از یک دختر تو کلاس رقص زیرزمینی.
یک مقدار اطلاعات زمینه‌ای می‌خواستم شروع با اطلاعات زمینه‌ای شروع کنم. احتمالاً دوستان آشنا هستن به این استاتیستیکا، ولی خب برای یادآوری 70% جمعیت ایران الان زیر سن 30 هستن و تعداد جوان‌ها خیلی زیاده. مثلا تعداد 15 تا 25 ساله‌ها اکثریت جمعیت هستن و این جوان‌ها بین 18 تا 25 یا 18 تا 28 خب خیلی به خاطر اینکه جمهوری اسلامی ادویکیشن رو مجانی کرده، خب خیلی هاشون از دانشگاه فارغ التحصیل میشن، ولی فقط 45 براشون، ولی بیشترشون بیکار میمونن. 45% زنای 18 تا 25 بیکار هستن، در صورت اینکه تعداد زنایی که از دانشگاه فارغ التحصیل میشن بیشترن تا مردا. و به این دلیل برای زنها این یک مسئله خیلی بزرگی. وقتی با جوانها صحبت میکردم، مخصوصا زنهای جوان، میگفتن که خب آره برامون خیلی سخته چون ما میایم دانشگاه، ولی میدونیم که بعدش خیلی سخته که کار بگیریم یا کاری بکنیم، و این بیشتر وقتا به افسردگی مربوط میشد که در موردش صحبت میکنم. شرع حکومت میگه که زن و مرد نامحرم نباید تماس داشته باشن و حکومت انواع اقسام قوانین برای زنها مخصوصا دارن که مربوط میشه به لباس پوشیدن، فعالیت ها، حتی زنها میگن تو فعالیت های ورزشی ما دخالت دارن. ضمناً الان تو ایران یک marriage crisis ازدواج هست که جوانا دارن دیرتر و دیرتر ازدواج میکنن چون قدرت مالی ازدواج ندارن. خب یه به یه پارادوکس میرسیم، چون سکس قبل از ازدواج یا زینا جرم هستش، آموزش سکس خیلی کم هست و بیشترش درست قبل از ازدواج میدن. زنای مجرد میگن که دسترسی به اطلاعات، آموزش و منابع در مورد سکس خیلی کم دارن. میبینین که سن اوریج ازدواج برای زنها الان به 26 رسیده که خب خوبه، ولی سن اول برای تجربه روابط جنسی شده 15 یا 16. به این دلیل میبینین که یک 10 سال فاصله هست بین دفعه اول که روابط جنسی دارن و وقتی که ازدواج میکنن. یعنی 10 سال دارن فعالیت های جنسی انجام میدن و بدون آموزش و بدون منابع برای پیشگیری. چالش های اجتماعی برای زنها همون که الان صحبت شو کردم، بیکاری خیلی زیاده، این کرایسیس ازدواج، ولی بیشتر از همه این چیزا افسردگی خیلی رفته بالا، خودکشی، HIV و امراض مقاربتی و اعتیاد. و برای بعضی از اینا یعنی من به اسم اینا رو گذاشتم The Aftershocks of the Sexual Revolution. تمرکز من در تحقیقاتم همین موضوع انقلاب جنسی بود و این جمله از دهن خود جوانا به من رسیده. یعنی من نیامدم بگم که شما دارین یک انقلاب جنسی انجام میدین. اونا گفتن که ما خودمون داریم فعالیت میکنیم توی یک انقلاب جنسی و معنیش از جمله جوانا این بود. میگفتن که ما موافق نیستیم با این حکومتی که تمام انرژی و تمرکزشون روی بدنها و فعالیتها و تفریحهای ما هستش. مخصوصا زنها میگفتن که اینا همش حواسشون به لباس و آرایش و با کی میریم و با کی میای ما اینا هستش و به این دلیل ما مقاومتمون را با بدنهامون نشون میدیم. و اینجوری میگفتن که مثلا برای اینکه خب یک مقدار از انسپیریشنشون از انقلابای جنسی دور دنیا میامد، امریکا، روسیه، چکسلواکی، فرانسه و آلمان، و میگفتن که به نظر ما داریم با حکومت صحبت میکنیم، ما داریم بهشون، ما از بدنهای ما از بدنهای خودمون استفاده میکنیم که بهشون بگیم که ما با شما موافق نیستیم، که شما قلبهای ما و مغزهای ما و روحیه ما مال شما نیست، ما هنوز فکر خودمون رو داریم و میخوایم از بدنهامون استفاده کنیم که اینو رشون بدیم به شما. یک مثال این هستش که میگن مثلا مقنعه جمهوری اسلامی میگه که اینجوری زنای جوان باید لباس بپوشن، ولی زنای جوان بیشتر این شکلی هن. هر کدوم از دوستان تازگی ها رفتن ایران میبینن که مانتوهای خیلی تنگ و شیک و حجابایی که خیلی عقب رفتن و موهای مش کرده میاد جلو تو صورتشون، و میبینین که آرایش هم زیاد کردن و عینکای خودشون رو خیلی شیک میذارن اون بالا، و میبینین که خب تعداد زیادی از زنها تو تهران مخصوصا اینجوری لباس میپوشن و هیچ کی کاری به کارشون نداره.
و این خیلی جالبه و معنیش این هست که خب این انقلاب جنسی تغییرهای بزرگ در تهران آورده و یک مثال این هستش که زنها میتونن با اون روپوشا برن تو خیابون و حکومت به دلیل جمعیت زنهای جوان نمیتونه کنترل کنه جوانها را و به این دلیل یک مقدار تغییرهای جامعی میتونیم ببینیم که من میگم دیسکورس شیفت و این دیسکورس شیفت فقط جوان ها نیستن. این یک عکس هست از دو تا دختر جوان با مادرهاشون و توی این عکس میبینیم که مادرهاشون هم کم شیک نیستن، یعنی روپوش تنگ پوشیدن، خانومی که طرف دست راسته سندل پاشه، مچ پاش رو میبینیم و آرایش کرده و دارن مثلا میرن بیرون و میبینیم که خب این یک تغییر بزرگیه که حتی مادرهای این دخترهای جوون هم شروع کردن که اینجوری لباس بپوشن یا کمک میکنن به دختراشون که برن آرایشگاه یا کمک میکنن یا مثلا لباسهای مختلف برای دختراشون میخرن و ما میتونیم از یک دید ببینیم اینو که خب بله این فقط پیر پرشر، دخترها فقط میخوان خوشگل باشن و اینا، ولی خود دخترها میگفتن که نه، پشت این یک فلسفه هستش و ما میدونیم، همشون البته نه، ولی میگفتن که ما میدونیم که آرایش کردن مقاومته و برای ما یک معنی داره، یک مفهومی داره که بیشتر از اینی که فقط میخوایم خوشگل کنیم و بریم بیرون، که خب این خیلی مهمه. ولی خب مفهومای این انقلاب جنسی چی هستن؟ یک سری تغییرات خوب و مقاومت خودشون رو نشون دادن که خب خیلی خوبه، ولی از لحاظ بهداشتی و روانی این فعالیت ها اثر میذارن رو جوان ها، مخصوصا همیشه طبیعتا توی انقلاب های جنسی همیشه برای زن ها گرون تر تموم میشه. جالب هستش که با وجود این که HIV و امراض‌های مقاربتی و سقط بالا رفتن، زنهای جوان هنوز براشون ریسک‌های اجتماعی مهمتر هستن و این من معنیم چیه؟ معنی این هستش که زنها میگفتم که نگران نیستین که حامله بشین یا HIV بگیرین و میگفتن نه، ما بیشتر نگرانیم که کمیته ما را نگیره یا دائم نفهمه یا بیشتر نگران این چیزهای اجتماعی بی‌آبرویی نشه، بیشتر نگران ریسکای اجتماعی بودن تا ریسکای بهداشتی. ولی واقعیتش این هستش که مسائل بهداشتی هم خیلی مهم هستن و HIV و امراض مقاربتی و سقط خیلی رفتن بالا و این یک از دید بهداشت جهان این یک چیز مسئله مهمیه که ما باز کنیم و بیشتر راجبش تحقیقات کنیم و بیشتر راجبش صحبت کنیم. این یک عکس هست میبینید که The Look of the Sexual Revolution، میبینید دختره عینک دیورش زده خیلی شیک و پای تلفنشه و میبینی که خب این خیلی تو خیابونا خانم‌ها اینجوری هستن و هیچ تنبیه نمیشن. پیشرو انقلاب جنسی زنها بودن و هستن، ولی متاسفانه همونجوری که گفتم برای زنها این انقلاب جنسی خیلی گرونتر تموم میشه چون زنها آسیب پذیرتر هستن به HIV، امراض مقاربتی و طبیعتاً کورتاژ و سقط. زمنان بیشتر زنها بیشتر میگن که به ما بیشتر گیر میدن کمیته و میگن که برای ما بیکاری بیشتره، با وجود اینکه ما داریم خیلی سخت کار میکنیم، با وجود اینکه ما هممون دانشگاه میریم، دانشجو بودیم، میگن که برای ما همش بیشتر تمرکز حکومت روی ما هست و رو بدنهای ما، که خب چیز جدیدی نیست میدونیم اینها، ولی ضمناً چون که پیشرو انقلاب جنسی هستن این زنها، خب خیلی براشون مشکلات بهداشتی و روانی بیشتر هستش. یک مقدار عکس هست از زنها توی خیابونها و توی یک رالی، عکس تهران. مشکلات بهداشتی زنها خب ریسک‌های اجتماعی و ریسک‌های بهداشتی هستن و متاسفانه راه‌های پیشگیری‌ها میگن برای زن‌های مجرد کم هستن. زن‌های مجرد میگن که سخت برای ما که یا قرص یا کاندوم بگیریم و میگن که به خاطر اینکه زنهای مجرد نباید این فعالیت ها رو بکنن، خب میگن که ما رومون نمیشه بریم مثلا بخریم چیزی یا میگن برامون خیلی سخت است. و خیلی از تعداد زنهای جوان که باشون صحبت میکردم که حامله شده بودن از قرص
که برای حیوان ها بودن برای سقط استفاده می کردن و خیلی مریض می شدن. و ما هنوز نمی دونیم که دقیقا هیچ کسی نیامده که اطلاع بیشتر جمع کنه که این تو این قرص ها چی هستش و مفهوم های بعدش چی هستن. ریسک های بهداشتی خب خیلی زیاد هستن، به خاطر اینکه فعالیت های این انقلاب جنسی یکی از فعالیت های هستش که خب تعداد پارتنر های آدم بیشتر شدن ولی خیلی کم پیشگیری استفاده میکنن و مهمتر از این آموزششون خیلی کم بود. من یک مقدار تحقیقات کردم راجع به آموزش زنهای جوان، زنها و مردهای جوان، و میدیدم که خیلی آموزششون پایینه و خیلی چیزها رو نمیدونن. فکر میکنن که دارن مواظبت میکنن، مقاربت، ولی یعنی بیشتر جوانا واقعا پیشگیری درستی نمیکردن. و خب خیلی مهمه که هم منابع هم آموزش به دستشون برسه. برای این چالش های بهداشتی خب ایران خوشبختانه یک مقدار کلینیکا و دراپ این سنتر، مرکز گذری زیاد داره. منتها وقتی که من با این آدمایی که توی این سنتر یا کلینیکا کار میکردن صحبت میکردم، میدیدم که اینا میگفتن که بیشتر وقت زنهای مجرد نمیان اینجا. و من وقتی که با زنهای مجرد حرف میزدم میگفتن ما اطمینان نداریم به این کلینیکا، میترسیم که اگر بریم اونجا و بخوایم آزمایش خونی بدیم یا آزمایشی بدیم، اینا میرن به مادر پدرامون میگن، به همکارامون میگن و برامون مشکل درست میکنن. و خب این یک مسئله بزرگیه، برای اینکه کلینیکا وجود دارن ولی متاسفانه به آدمهایی که خیلی احتیاج دارن از منابع و آموزش این کلینیکا یک دیسکنکت هستش، یعنی نه جوان ها حاضرن برن اونجا و اونا هم دلشون میخواد ولی میگن که ما نمیدونیم چجوری این اطلاع، این آموزش و این منابع ها رو به دست جوان ها برسونیم. روانشناسا و روان پزشکا اونا میگفتن افسردگی خیلی بالاست، ما خیلی نگران جوان ها هستیم ولی متاسفانه به اندازه کافی نمیان پیش ما تا اینکه خیلی دیر هستش. مفهوم ها همون که گفته بودم، HIV و امراض های مقاربتی خیلی بالا رفته، نازایی خیلی رفته بالا و به دلیل این قرص، یک دلیل این قرص های سختی که استفاده میکنن که برای حیوان ها هستن، این یه دلیلشه. ولی خب دلیل دیگرش این هستش که HPV Human Papilloma Virus که مرضی که سرطان سرویکس و cervical cancer میده خیلی رفته بالا، ولی متاسفانه دخترای جوان نمیرن آزمایش بدن که بفهمن، برای اینکه HPV رو اگر زود بفهمن میتونن جلوشو بگیرن، ولی متاسفانه خیلی از دخترای جوان نمیدونن که HPV دارن تا متاسفانه سرطان زده به جاهای دیگرشون. ضمناً میبینیم که حتی تو زنها مصرف مواد مخدر خیلی بالا رفته و مرکز گذری خیلی کم هست. بیشتر مرکزهای گذری برای مردها هستن. یکی بود که برای زنها بود که اسمش خانه خورشیده، ولی اینا هم خیلی مشکل داشتن برای اینکه خب فاندینگشون خیلی، هیچکی حاضر نبود، پولی که قرار بود برای همه مرکزهای گذری بره نمیرفت به این خانه خورشید و میگفتن برای اینکه شما با زنهای خراب کار میکنین و اینا ما نمیخوایم بهشون پول بدین، اگه هر چی شد شدن، اگر مریض شدن مشکل خودشونه، هر اتفاقی افتاد مشکل خودشونه. و به این دلیل مجبور شدن دراشون رو ببندن، ولی تنها این مرکز گذری بود برای زنها، برای اعتیاد و برای چیز راهای پیشگیری و آموزش. اینم یک عکس هست از یه مرکز گذری دیگه. سختی برای زنها خیلی سخت است که این منابع های هارم ریدکشن بهشون برسن. میگن که ما میترسیم بریم مرکزهای گذری که برای مردها هستن، برای اینکه یکی از معروفترینشون پرسپولیس اسمش که تو تهران هستش، ولی من چندین بار اونجا رفتم و یک دونه زن ندیدم. خودم هم خیلی میترسیدم و زنها میگن ما میترسیم اونجا بریم، ما شنیدیم که خیلی اونجا
برای زنها مشکل درست میکنن و ضمناً خب میگن ما بیابرو میشیم، ما میترسیم که اگر بریم اینجور مرکزها یکی ما رو ببینه و پس فردا به یکی دیگه بگه، به یکی دیگه بگه که بله این خانم خرابیه یا این خانم معتادیه. به این دلیل خیلی یک مقدار بریرهای زیادی هست برای زنها برای گرفتن منابع‌ها و آموزش‌ها. برمیگردیم به مفید بودن انسانشناسی پزشکی و روش اصلی تحقیقاتیش که مردم نگاری هستش. این دیتا، این اطلاعی که ما جمع کردیم در مورد زنهای جوان، بیشتر فقط آدم میتونه از تحقیقات کیفیتی جمع بکنه، برای اینکه تحقیقات‌های کمیاتی، پرسشنامه، این اطلاعی که سعی کردن جمع کنن، خب همیشه اطلاع اشتباهی بود و خیلی مهمه که تحقیقات کیفیتی رو استفاده کنیم که از دید خود این زنها و از دید خود آدم‌ها بفهمیم که چالش‌ها و مشکلاشون چی هستش. درسته که وقت زیادی می‌گیره، ولی خیلی مهم‌تره برای این سوژه‌های جدید و حساس که وقت زیادی صرف بکنیم و سعی کنیم واقعاً بفهمیم که زندگی‌هاشون چجوری و چالش‌های بیشترشون چی هستن. من خودم یک مقدار محدودیت ها داشتم در تحقیقاتم. نمونه برداریم، خب نمونه برداریم و اکسس به آدم هام خب سخت بود، برای اینکه یک سوژه تابو و حساس هستش و باید خیلی مواظب می بودم، نمیتونستم رندوم. خب خیلی دوستانی که تحقیقات های ساینتیفیک میکنن میگن خب ما چرا رندوم سامپلینگ نکردی، ولی شما فکر کنین اگه جای من بودین میتونستین برین هر پنجمین در بزنین ببخشید میتونین در مورد سکس لایفتون با من صحبت کنین، نمیشه. و به این دلیل نمونه برداریمون باید targeted sampling بود، یعنی جای خاصی میرفتیم و از هر کسی با هر کسی مصاحبه میکردیم میگفتین میتونین دو سه تا دوست دیگه معرفی کنین که به این میگیم snowball sampling و اینجوری سعی کردیم که تعداد رو جمع کنیم. من خودم 105 تا مصاحبه عمیق انجام دادم و هر 6 تا اسیستانت هم بین 50 تا 100 تا و مجموعا 600-700-700 تا سامپل داشتیم که کم نیست برای انسانشناسی پزشکی. و خب طبیعتاً یه مقدار چالش ها خودم داشتم به خاطر اینکه رشته، یعنی سوژه تابو حساسی بود، خب سخت بود دیگه، یعنی جمع کردن اطلاعات استاتیستیکای بیسلاین دیتا خیلی سخت بود، برای اینکه میرفتم از مرکزهای مختلف میپرسیدم HIV ایران چیه، یکی میگفتش که ما تو ایران 700 تا آدم داریم که HIV پازیتیو هستن، یکی میگفت 17,000 تا. و به این دلیل ما ایرانی ها متاسفانه خیلی نمیتونیم سنسس بگیریم، کاونتینگمون خیلی بده. ما یکی میگه که توی آمریکا 100,000 تا ایرانی هست، یکی میگه 1,000,000. مثلا ما دقیقاً نمیدونیم کی کجا و چی هستش و بیسلاین دیتا خیلی سخت بود جمع کردن و به این دلیل خیلی سخت بود که بفهمم که توی این 7 سال HIV بیشتر شد، کمتر شد، چون هر کی یه داستانی میگفت. و به این دلیل خب یک سری محدودیتام بود برای این تحقیقاتم. ولی یکی از کانکلوژنایی که میگیریم این هستش که توی این گروه خیلی مهم هستش که بیشتر اطلاع جمع کنیم و تحقیقات کیفیتی انجام بدیم و خیلی مهم هستش که CAP study انجام بدیم. CAP study stands for knowledge, attitudes, practices and behaviors. فارسیشو نداریم ولی در واقع میخواستیم، یعنی خیلی مهم هست که بیشتر بفهمیم که آموزش، دید جوانها و فعالیت‌های جوانها چی هست در مورد امراضهای مقاربتی و HIV. و خیلی مهم هستش که منابع های و آموزشات که در مورد روابط جنسی هستن خیلی مهمه که بیشتر برسونیم به دست هم زنها هم مردهای مجرد. و خیلی مهمه که بتونیم یه جوری جوانها رو با این آدمایی که تو این کلینیکا کار میکنن یه جوری اطمینان ایجاد کنیم برای هم جوونا و هم برای اونهایی که اونجا کار میکنن که یه جوری بتونن با هم همکاری بکنن. و خیلی ایرانیایی که تو خارج هستن هم میتونن خیلی کمک کنن، که خیلی میتونیم کمک کنیم با آموزش و وبسایت های مختلف درست کنیم برای این جوون ها که بتونیم آموزش حداقل به دستشون برسونیم. خیلی تغییرهای جامعی و جمعیتی خیلی سریع دارن میرن جلو تو ایران و یه انقلاب جنسی
وجود داره و به این دلیل ما به عنوان آدم‌های ایرانی ما باید سعی کنیم بفهمیم دقیقاً چالش‌ها و مشکلات جوان‌ها چی هستش و چجوری میتونیم آموزش و منابع به دستشون زودتر برسونیم. مرسی.